بسم الله الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب محترم، سلام علیکم. ڈاکٹر فضل رحیم وردگ هستم، استاد دپارتمنت بیوشیمی، و آغاز میکنیم به درس نخست مضمون بیوشیمی. خب ڈاکٹر صاحب، در درس که امروز سرشان بحث میکنیم معرفی مضمون هستن، و اولین درس مضمون که عبارت از کاربوهیدرات است سرزی موضوع خود بحث کردیم. البته سر تعریفشان در مرحله بعدی سنف بندیشان هستند، و اولین موضوع کربوهیدرات که منوساکرید هاست با تفصیل امروز صحبت حال کردیم. موضوع تگیشان مربوط به درس بعدی ما شما میشن که بعدا سرشان صحبت حال کردیم. خب قبل از اینکه سر مضمون بیایم، بسات عموم در سر با مضمون بیوشیمی یکی از مضامین پاریکلینیک است که تبابت را یا به باره دیگر اکثرا موضوعات را به سری مولکولی بحث میکنند. یعنی موضوع بسیار مهمی که در بیوشیمی سرشان بحث خواهد کردیم عبارت از مولکول است. یعنی از نظر بایوکیمستری یا بیوشیمی، عضویت انسان متشکل از مولکول هست، و مولکول هایی که در عضویت انسان رشته شامل است به صورت عموم ما به دو گروپ تقسیم میکنیم، طوری که شما در اسلاید میبینید. خب بساتیموم مولکول های مهم عضویت که هستن ما به دو گروه تقسیم میکنیم. گروپ اولش که هستن ماکرو مولکول هست، و گروپ دوم که هستن مایکرو مولکول هستن. خب دکتر صاحب، قبل از اینکه ما سر ماکرو مولکول ها بحث بکنیم، شما از درس های قبلیتان، از مضمون های قبلیتان مولکول میشناسین. مولکول کوچکترین ذره یک مرکب هستن، و مولکول ها که هستن بسیار ذرات کوچک هستن که حتی اگر میلیون ها مولکول با هم یکجا شود باز ما به چی میده نمیتونیم. اما در این قسمت وقتی که ما سر ماکرو مولکول بحث میکنیم، هدف ما اینمی نیست که ما این مولکول ها رو به چی میده میتونیم. هدف ما اینمی هستن که این مولکول ها که هستن وزن مولکولیشان زیاد هستن، از این خاطر اینا رو با نام ماکرو مولکول هایت میکنیم. و ماکرو مولکول های بسیار مهمی که در عضویت ما شما فوق العاده رول مهم دارد عبارت از کربوهیدرات است، شحمیات هستند و پروتئین هستند. و باید داشته باشیم که یک گروپ چهارمی که در اسلاید سرشان بس نشتن و عبارت از نیوکلیک اسید هستند. در نیوکلیک اسید شما معلومات دارین که نیوکلیک اسید شامل دی ان ای و آر ان ای است. پس بساط عموم ماکرو مولکول هایی که در عضویت ما شما رول دارد به چهار گروه تقسیم میکنیم: کربوهیدرات، شحمیات، پروتئین و نیوکلیک اسید. خب ماکرو مولکول ها دلیلش که چرا ما به این نام یاد میکنیم، فقط دلیلش نمی هستن که وزن مولکولشان زیاد هستن، و هم به مقدار زیاد در عضویت ما شما رول دارد. مثلا کربوهیدرات رول عمده ایشان که هستن تولید انرژی هستن، و برالاوه رول ساختمانی هم دارد، مثلا در نسج منظم، خصوصا در اکستاسلولر ماتریکس که هستن، در ماده بدون شکل اکستاسلولر ماتریکس که هستن توسط نمی کربوهیدرات ساخته شدن. شحمیات که هستن هم در انرژی رول دارد، و هم که هستن شکل ذخیره‌ای انرژی هستن، و همچنان وظایف دیگر هم انجام میدن، رول ساختمانی هم دارن. البته تنها فاسفولیپید که در غشای حجره ما شما رول دارد به حیث ساختمان غشای حجره ما رول به اصطلاح رول افای وظیفه میکنه. خب دیگه پروتین ها که هستن، پروتین ها فوق العاده وظایف مختلف را انجام میدن. در تولید انرژی اگر ما شما بسیار گرسنه در فاقگی مواجه شویم، میتونن پروتئین های عضویت ما شما همچنان به حیث منبع انرژی به مصرف برسن. و اما وظیفه اصلیشان که هستن ساختمانی هستن، مثلا در ساختمان عضلات ما شما و انسجام مختلف رول مهم دارد. در عضلات اکتین و مایزین دو مولکول بزرگ هستن ساختمان پروتئینی دارد که در کانتراکشن عضلات تقلص عضلات رول دارد. و دیگر در سبب پروتئین ها که هستن، اکثر تمام انزایم ها که هستن ساختمان پروتئینی دارن، تعداد زیادی هورمون ها ساختمان پروتئینی دارن، همچنان در انتقال مواد شحمی در خون می پروتئین ها رول ایفا وظیفه میکنن. و دیگر وظایف پروتئین که هستن در انتقال موادی که منحل در شمع از غشا
منحل باشن، منحل در آب است، از غشای که عبور کرده نمیتونن. توسل می ناقل های پروتین که رول ساختمان پروتینی دارد وارد حجره و از حجره خارج میگردد. دیگر گروپ چهارم ماکرومولکول ها شامل دی ان ای و ار ان ای هستند. دی ان ای در هسته است و همچنین در مقدار کمی شان در میتوکاندریا هم است. وظیفه اساسی شان کد دادن به تمام پروتین های مورد نیاز عضویت ما شما و همچنین معلومات ژنتیکی را به نسل بعدی انتقال می دهد. گروپ دوم از مولکول هایی که در عضویت ما شما رول بسیار مهم دارد عبارت از مایکرومولکول هاست. شامل ویتامین است، منرال است، آب است. یکی چرا به نام مایکرو مولکول یاد میکنیم؟ دو دلیل مثل که برای ماکرو مولکول ها داشتیم، اینا هم بر دو دلیل با نام مایکرو مولکول یاد میکنیم. یک دلیلش نمی است که وزن مولکولی از یا کوچک هستن و دلیل دومیشان نمی هستن که اینا به مقدار کوچک ما نیاز داریم. مثلا ویتامین ها که باز ویتامین ها با دو گروه تقسیم میشن، ویتامین های منحل در آب و منحل در شم، با تفصیل در مضمون بیوشیمی سرشان بحث خواهیم کرد. دیگر منرال ها هستند، مثلا سدیم، پتاسیم، کلور، فاسفیت که سر زیام در مضمون بیشمی بحث می شود. گروپ دیگه ایش که هستن عبارت از آب است که از جمله مایکرو مولکول ها که وزنی بسیار کوچک دارد از همون مولکول ها کردن. پس رفتار با اینی مولکول های ماکرو مولکول ها و مایکرو مولکول ها مجموعه ان با هم یک جای میشن عضویت ما شما را یا ساختمان عضویت ما شما را بالاخره تشکیل می دهند و فوق العاده در وظایف مختلف افای وظیفه می کنند. پس بنابراین در بیوشیمی چیزی که ما مورد مطالعه قرار خواهد دادیم عبارت از مولکول هست و اولین گروپ مولکول هایی که ما سرشان بحث خواهد کردیم عبارت از کربوهیدرات است. خب درسته با شما طوری که در تصویر میبینین اکثرا کربوهیدرات است. کربوهیدرات اول باید داشته باشین درسته با کربوهیدرات وظیفه اساسیش در عضویت تولید انرژی هستن و مواد غذایی را که ما شما میگیم اکثرشان کربوهیدرات دارد و این هدف عمده از این کربوهیدرات تولید انرژی هستند. مثلا در سبا دنان غذای روزمره ما شما که هستن نان خشک، برنج، کچالو، طوری که شما در تصویر میبینین فرض مثال کیک هستن یا هم ماکارون است، ماکارونی هستن، آش است، اکثرشان فوق العاده کربوهیدرات زیاد دارد و وظیفه اساسی از این نیاکی هستن عبارت از تولید انرژی است. بر علاوه که کربوهیدرات در تولید انرژی رول دارد، طوری که قبلا هم بحث کردیم، رول ساختمانی هم دارد. بعض کربوهیدرات در آخذه ها به حیث انتقال پیام افای وظیفه میکنن و بعضی کربوهیدرات خصوصا هتروپولیساکارید ها که گروپی از پولیساکارید یا قند های چند مورد قیمت هستن در ماده بدون شکل نسج خارج ماده خارج الهجروی یا اکسوسلامتریکس نسج منظم فوق العاده رول مهم دارد که با تفصیل در درس های آینده ما شما سرشان بحث خواهد کردیم. خب قبل از اینکه ما سر بیشتر سر کاربادیت بحث بکنیم، موضوعی که بسیار مهم هستن امروز سرشان بحث خواهد کردیم عبارت از فانکشنال گروپ است. اگر ما فانکشنال گروپ نفهمیم اصلا کاربادیت و دیگر موضوعات بعدی کاربادیت را مورد مطالعه قرار داده نمیتونیم. این کربوهیدرات به چند نوع هستند؟ اینجا در تصویر در اسلاید که شما میبینید به چهار گروه تقسیم میشن که شامل مونوساکارید، اسکارید، اولیگوساکارید و پلیساکارید هاست که بعدا سر این موضوع با تفصیل بحث میکنیم. خب در سباز شما در اسلایدی که میبینید اکسیژن با هیدروژن یک جای هستن و این یک گروپ وظیفه‌ای یا فانکشنال گروپ است. فوق العاده مهم است. این گروپ وظیفه‌ای نامشان بسیار ساده است، هیدروکسیل است. شما در رابطه معلومات دارین چی اهمیت دارد؟ اهمیت از نمی هستند که این در الکل وجود دارد و چرا ما امروز مطالعه میکنیم؟ به خاطر که در بیشمی هم فوق العاده رول مهم دارد، در کربوهیدرات وجود دارد و علاوه در امین اسید ها وجود دارد، دیگر مرکبات هم وجود دارد. پس اگر شما کدام جای گروپی دیدین که اکسیژن و هیدروژن یا او اچ بودن، اون نامشان همیشه باید بعدش باشن که عبارت از هیدروکسیل است. خب گروپ دیگه ای که میبینین مشخصه بسیار عمده از این که هستن که ما در اینجا برنگ سرخ مشخص ساختیم عبارت از کاربن که با اکسیژن رابطه دیگونه دارد. در هر جایی که شما این گروپ دیدین نام ازی را باید شما یاد داشته باشین که کاربونیل است. چرا ما در بیشی میتونه میکنیم؟ خب بخاطر که کاربونیل در کربوهیدرات رول بسیار مهم دارد، یکی از گروپ های وظیفه مهم است. خب شما سه گروپ دیگه ای که میبینین
رشته با. اگر شما از بالا میتونید گفته بودن که چی کدام گروپ هستن، هر سه گروپ بازم کاربونیل است، اما شرایطشان از دو رابطه آزادش که دارد با مرکب با اتم های عناصر مختلف وصل میشوند که باز نام های مختلف و وظایف مختلف را انجام میدهد. مثلا اگر به دو طرفشان کاربون باشه از گروپ کاربونیل، یک گروپ به نام کتون یاد میگیریم، و اگر به یک طرف کاربون و یک طرف هیدروژن باشد، این به نام الدهید یاد میگیریم، و اگر به یک طرفشان کاربن و یا هم هیدروژن باشه بر ما مهم نیست، معمولا کاربن هستن یعنی رادیکال باشن، و به طرف دیگهشان گروپ او اچ باشد، اینی گروپ را به نام گروپ کاربوکسیل یاد میکنیم، و باید داشته باشیم که کاربوکسیل کاربویشان از کاربونیل گرفته شدن، یعنی هم گروپ کاربونیل دارد، و اکس و وای الش که هستن از هیدروکسیل گرفته شدن، و باید داشته باشیم که گروپ کاربوکسیل را ما میتونیم به شکل سی دبل او اچ هم نشته بکنیم، یعنی هر رقم که نشته شده باشد فرق نمی کنند. پس این گروپ های بسیار مهم و اساسی هستند که کاربونیل در کاربوهیدرات است، هر سه گروپ کتون و الدهید و کاربونیل این یکی از در کاربوهیدرات است، از این خاطر ماده بیشمی سرشان بحث میکنیم، و همچنان کاربوکسیل چرا ما مطالعه میکنیم در بیشمی فوق العاده مهم است، در فتی اسید که واحد های ساختمانی شحم است، و امین اسید که واحد های ساختمانی پروتئین هستند، این گروپ کاربوکسیل رول بسیار مهم دارد. خب میایم نقطه با ببینین در این سلایدی که ما مطالعه سرشان بحث میکنیم بسیار ابتدایی آغاز میکنیم. خب باید داشته باشیم که در سبا یکی از موضوعی که بسیار مهم است در بیوشیمی، خصوصا در استرکچر، استرکچر به خاطر فهمیدن یک موضوع است، نه که شما میخوانید یاد بگیرید. اگر کدام استرکچر برای شما بیان، شما حداقل گفته بودن کدام گروپ مرکب هستن و چی خواص دارد، از روی استرکچر گفته بودن، نه که شما بشین مکمل ایده حفظ بکنین. حفظ کردن فرمول هیچ ارزش ندارد، اما فهمیدن فرمول فوق العاده مهم است. خب به دو ساختمان اگر طرف چپ و طرف راست استرکچر شما میبینین، هیچ چیز تفاوت وجود ندارد، فقط ما شش شش کاربون با هم دیگر واسطه رابطه یگانه وصل کردیم. در هر دو ساختمان که هستن گروپ هیدروکسی یا گروپ او اچ علاوه کردیم، اما در کاربن چندم میبینیم که در کاربن سوم است، و دیگه چیکار میکنیم؟ ما یک اکسیژن که رابطه یگانه با کاربن میسازد، در اینجا در این کاربن وصل میکنیم، در کاربن اول، و در این قسمت در این فرمول یا در این ساختمان در کاربن دوم وصل میکنیم. باز چیکار میکنیم؟ در تمام از یا او ایچ را به طرف راست میدیم، صرف در کاربن سوم هر دویشان او ایچ به طرف چی هستن؟ به طرف چپ است. دیگه هر کاربن باید یک او ایچ داشته باشن که او به طرف چی دادیم؟ به طرف راست دادیم. و دیگه شما از کیمیا میفهمین هر کاربن باید چند رابطه داشته باشن؟ ماندار هستن که باید چهار رابطه داشته باشد، که تاسی هایدروژن چی میکنیم بوره؟ مشبوع میکنیم. شما در دیشم دیدین دیجم طرف چپ مشبوع شد و ای هم طرف راست هم مشبوع شد، در نتیجه دو ساختمان مغلق آمد. خب موضوع مهمی که در این ساختمان ها مغلق است چی موضوع برای ما مهم است؟ ما سلیزی موضوع بحث میکنیم. راستا با موضوع مهم در اینجا همین گروپ هایی که قبلا در سلاید قبلی خواندیم اینجا تدویق میکنیم، کدام گروپ ما در اینجا میبینیم؟ خدا کنه که شما گفته بدانیم. خب ببینیم راستا با ما گروپی که در اینجا میبینیم او اچ میبینیم، نام از زیر ما مانده بودیم گروپ هیدروکسیل، یعنی گروپ هیدروکسیل در اینجا میبینیم، و همچنان در ساختمان که طرف راست قرار دارد اینجا ما چی میبینیم؟ او ایچ ها رو میبینیم. این گروپ ما شما چی نام گذاشته بودیم؟ هیدروکسیل. پس هم در این مرکب که هستن گروپ هیدروکسیل وجود دارد، و هم در این مرکب گروپ چی وجود دارد؟ گروپ هیدروکسیل وجود دارد. خب گروپ هیدروکسیل وجود دارد. دیگه گروپی که شما در اینجا مشخص میکنین، ببینین که کاربن با اکسیژن رابطه دوگانه دارد، اینجا هم کاربن با اکسیژن رابطه دوگانه دارد. خب در صاحبا ما شما در سلاید قبلی گفتیم کاربنی که با اکسیژن رابطه دوگانه داشته باشد نام از زیر چی ما میمانیم؟ نام از زیر کاربونیل است. نام از زیر چی هستن؟ نام از زیر کاربونیل است. در حالی که شما در اینجا مطالعه میکنیم. خب در صاحبا موضوع مهم در کاربونیل چندین حالت داشت. اگر به دو طرفشان کاربن باشه، اینی کاربونیل ما شما چی گفته بودیم؟ اینی کاربونیل را که به دو طرفشان کاربن باشد، ایره ما شما کتون گفته بودیم. یک گروپ به نام چی گفته بودیم؟ به نام کتون گفته بودیم. و همچنان اینی کاربونیلی که در طرف چپ قرار دارد،
به یک طرفشان کاربن و به دیگر طرفشان چی هستن؟ هایدروژن هستن. خب با معذرت که در اینجا یک هایدروژن اضافه آمدن، ما ایره ما باید ایره ایهایلایت به ایمانا که ایره باق میگه ای هایدروژن بخاطر از اینکه هر کاربن چهار رابطه داشته باشد، از نیم خاطر ای کاربن چهار رابطه دارد، پنج رابطه نمیتونه داشته باشد، پس ای کاربن اضافی هایدروژن که هستن اضافی هستن. خب در سه بار پس اینی کاربونیلی که به یک طرفشان کاربن و دیگه طرف هایدروژن هستن، اینی کاربونیل را به نام الدیهاید میکنیم. به نام چی میکنیم؟ الدیهاید. پس در این ساختمان مغلق درسته با چیزی که شما دیدین فقط این بودن که ما دو گروپ هم مطالعه کردیم، یک گروپ هایدروکسیل دیدیم و دیگر در این طرف چپشان گروپ الدیهاید بود و در طرف راست هم هایدروکسیل بود و همچنان گروپ که کاربونیلش اینجا گروپ چی بودن؟ کتون بودن. پس اگر ما اینی مرکب را بگوییم، چی دخم یک مرکب است؟ یک مرکب هستن که چندین گروپ هایدروکسیل دارد و یک گروپ الدیهاید دارد. پس ایده ما میتونیم در انگلیسی نوشته کنیم که پولی هایدروکسی، بخاطر که چندین گروپ هایدروکسیل دارد، پولی به معنای چندین هستن، پولی هایدروکسی، اما گروپ همیشه چی هست؟ الدیهاید است. پولی هایدروکسی الدیهاید. پولی هایدروکسی الدیهاید. و همچنان به طرف چپ چی رقم هستن؟ به طرف راست چی رقم مرکب است؟ به عین شکل. ایره ما چی میگیم؟ ایره هم ما میگیم چون چندین گروپ هایدروکسیل دارد، پولی هایدروکسی، پولی هایدروکسی کیتون. این مرکب چی نام دارد؟ پولی هایدروکسی کیتون نام دارد. رفصابای محترم، شما مهم نیست که فرمول را بفهمید یا حفظ بکنید، در خانه بشین ساختمان زیر یاد داشته باشین، فقط در هر جایی که شما این مرکبی دیدین که اگر چندین گروپ هایدروکسیل و یک گروپ کتونی الدیهاید داشتن، ایده بگوین که این مرکب کدام مرکب است. این مرکب عبارت از کارب یا کربوهیدرات هستن. پس نظر بین این ساختمان های کیمیایی کربوهیدرات چطور تعریف میکنیم؟ هر مرکبی که دارای چندین گروپ هایدروکسیل و یک گروپ الدیهاید یا کیتون باشد، او در بنام چند میکنیم؟ بنام کربوهیدرات میکنیم. پس ما میتونیم که کربوهیدرات را مشخصی بکنیم. مثلا اگر شما در این فرمول اگه ببینین، خب این مرکب کربوهیدرات است، بله، به خاطر از اینکه چندین گروپ هایدروکسیل دارد و یک گروپ کتون یا الدیهاید دارد. و همچنین اگر شما برین فرض مثال به مثال بعدی در اسلاید هستن، اگر کسی پرسان کنند که مرکب چی رقم مرکب است، ببینین چندین گروپ هایدروکسیل یک گروپ الدیهاید دارد، چندین گروپ هایدروکسیل یک گروپ کتون دارد، پس این کربوهیدرات است. به همچنان اگر شما در این مثال ببینین خب چندین گروپ هایدروکسیل دیگه میبینیم و یک گروپ الدیهاید، چندین گروپ هایدروکسیل یک گروپ الدیهاید، چندین گروپ هایدروکسیل و یک گروپ کتون میبینیم، پس این پلی هایدروکسی کتون و این دو تا اشکه هستن پلی هایدروکسی الدیهاید. پس این را به نام چی میکنیم؟ به نام کربوهیدرات. پس تعریف کربوهیدرات هیچ کجا نمیدن، عبارت از مرکباتی هستن که یک گروپ کتون باشن، چندین گروپ هایدروکسیل و یک گروپ الدیهاید و کتون داشته باشد. خب در سه با پس اینی دو مرکبی که ما شمالی میبینیم، این دو مرکب که هستن، اگر ما فرمول کیمیایشان شما از کیمیا شاید بفهمین، خوش ما اینجا دیده میتونین C6H12O6 است. اینی دو مرکب که هستن کربوهیدرات است و ساده ترین کربوهیدرات هستن. اینی طرف چپش که هستن که گروپ الدیهایدی دارد و 6 کربن دارد و صرف در کربن سیومش به طرف چپ دارد، اینی میده به نام گلوکوز یاد میکنیم. این به نام چیل میکنیم؟ گلوکوز یک مونوساکاراید است و در طرف چپش که هستن، این هم عین مانند گلوکوز 6 کربن دارد، در کربن سیومش به طرف چپ دارد، صرف تفاوتش نمیست که گروپ الدیهاید ندارد، گروپ کتون دارد. نام از این مرکب که هستن فرکتوز است. فرکتوز.
خب با میدازی که در صاحبای محترم تعریف کربوهیدرات را فهمیده باشین. پس گلوکوز و فرکتوز هر دویشان کربوهیدرات است. دلیلتان داشتن چندین گروپ هیدروکسیل و گروپ کیتون یا الدهاید می باشد. موضوع دیگه که از لحا از استرکچر بسیار مهم است باید داشته باشین در صاحبا که انحلالات ازی هستن. این موضوع بسیار زیاد مهم هستن. کدام دوام منحل در آب است یا کدام مرکب منحل در آب است نیست، چرا منحل در آب است چرا نیستن، این موضوع فوق العاده برای ما مهم است. چطور ما از روی ساختمان بتونیم بگوییم که مرکب منحل در آب است یا نیست، یا گلوکوز منحل در آب است یا نیست. ما بسیار ساده سر از این موضوع بحث میکنیم. شما در این قسمت اگر ببینید این آب متشکل از یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن است. بین آب مولکول های آب که هستند رابطه اشتراکی است، اما رابطه اشتراکی بین یک عناصر ضعیف که هیدروژن هستند و یک عناصر غیر فلزی قوی که اکسیژن هستند برقرار شدن. پس اینی رابطه که هستند در این رابطه انمی اکسیژن قوی تر است، جوری الکترون به طرف خودکش میکنن، قسمان چارج منفی رو به خود میگیرد و هیدروژن چارج قسمان چارج مثبت به خاطر که الکترون از این دور میشن. همچنان در این قسمت این چارج مثبت و این اکسیژن چارج منفی. پس اینی رابطه را اگر ما مطالعه کنیم چی رابطه باشه چی ای رابطه باشد، در هر دو رابطه که هستن ما قطب پیدا کردیم، یک قطب مثبت دارد این رابطه و یک قطب منفی. این رابطه هم یک قطب مثبت دارد و یک قطب منفی. پس این رابطه را ما میتونیم چی بگویم؟ رابطه قطبی. در انگلیسی برشان پولر باند میگن، پولر باند. در سر با قاعده بسیار مهم نمیست، هر مرکبی که با آب رابطه ساخته بتواند منحل در آب است. کدام مرکب منحل در آب گفتم میتونیم؟ هر مرکبی که منحل با آب رابطه ساخته بتواند. پس کدام مرکب با آب رابطه ساخته میتونند؟ متوجه باشین آب رابطه قطبی دارد، هم قطب مثبت و هم قطب منفی دارد. پس هر ذره که چارج مثبت داشته باشد و قطب منفی آب جذب میشن، مثلا سدیم، مثلا پتاسیم، همیشه باید داشته باشین منحل در آب است، هیچگاه به ناقل ضرورت نداره در خون ما شما. و همچنان هر ذره که چارج منفی داشته باشد، مثلا کلوراید، مثلا بایکاربونیت، این یا چارج منفی دارد، توسط قطب مثبت آب جذب میشن و منحل در آب است. پس این برای آین های ذراتی که چارج دار هستند این قاعده وجود دارد. و باید داشته باشین دیگه کدام مرکب در آب با کدام مرکب با آب رابطه ساخته میتونن که منحل در آب هستن، همیشه باید داشته باشین مرکبی که رابطه قطبی داشته باشد. کدام از رابطه قطبی؟ امیال ما شما در آب دیدیم OH رابطه قطبی هستند، دیگه NH اگر یعنی یک هیدروژن یک غیر فلزی قوی با ضعیف، مثلا اکسیژن، نیتروژن یا سلفر یا هم کلور با هیدروژن رابطه بسازد، این رابطه که از قطبی هستند. و مرکباتی که رابطه قطبی دارد دارای یک چارج مثبت و چارج منفی دارد در رابطه قطبیشان. پس این خاطر قطب مثبتشان توسط قطب منفی آب و قطب منفیشان توسط قطب مثبت آب جذب میشود و منحل در آب میشود. پس به این اساس در سر با موضوع بسیار مهم نمیست که گلوکوز با داشتن گروپ های OH قطبی هستن فوق العاده منحل در آب است. این مرکب دیگه که فرکتوز است هم منحل در چی هستن؟ منحل در آب است. پس شما از روی ساختمان بعد از این میتونید که یک مرکب منحل در آب است یا نیستن. بسیار مثال ساده ایشان که شما از کیمیا معلومات دارین، مثلا اینی مرکب که هستن یک هیدروکاربون است، یعنی هیدروژن کاربون دارد و فعلا فقط دو کاربون دارد و کاربون با کاربون رابطه دارد، اما کاربون با هیدروژن رابطه دارد. اینی مرکب به هیچ وجه منحل در آب نیست، به خاطر که نه چارج دار است و نه هم رابطه قطبی دارد، یعنی OH و NH استرش ندارد. اگر اینی رو مرکب در این جفت، این مثلا ایتان است، اگر در این قسمت یک OH پیدا کنن که ایتانول میشن، باز با کمک نمی گروپ هیدروکسیل این منحل در چی میشن؟ منحل در آب میشن. پس بمیرزی که در سای بعدی شما ثابتانی کدام مرکب منحل در آب است یا منحل در آب نمی باشن. خب میایم سر کاربوهیدرات مهم. خب ما سر تعریف کربوهیدرات بحث کردیم، کربوهیدرات را به صورت عموم به چند مقسم می‌کنیم؟
درس با شما در سلاید قبلیم دیدیم کربوهیدرات را ما به صورت موم به چهار گروپ تقسیم میکنیم. ما چند گروپ تقسیم میکنیم؟ به چهار گروپ. یکی مونوساکاراید است که از یک به اصطلاح از اتحاد یک نوع مونوساکاراید حاصل شده باشد، یا برابر ساده‌تر بگویم مونوساکاراید ها کربوهیدراتی هستند که دیگر بر کربوهیدرات ساده‌تر تجزیه نمی شود، از این خاطر به نام کربوهیدرات یا قندهای ساده یا سیمپل شوگر هم یاد می شود. دیگه ما دای سکراید داریم، نامشان برای شما میگن که دای سکراید، از نامشان پیداست که از اتحاد دو مونو سکراید حاصل شده باشد، و برای دیگر با دو مونو سکراید میتونن هایدرولیز شوند. گروپ سیوم که هستن اولیگو سکراید است که اگر ده باشن از سه الی ده مونو سکراید به هم یکجا شود قندی که حاصل میشود به نام اولیگو سکراید یاد میگیریم، و اگر بیشتر از ده مونوساکاراید به هم یکجاشان قندی که حاصل میشود او را به نام پلی ساکاراید یا قند چند قیمته یاد میکنیم. پس امروز موضوع ما شما مونوساکاراید هست. و در صاحبا مونوساکارایدی بسیار مهمی که در روزتی ما شما هستن اینی چهار مرکب هستن. خب این چهار مرکب، هر چهار مرکب که هستن مونوساکاراید بسیار مهم است. هر چهار مرکبی که هستن چی گپای خواص مشترک دارد. اول از راز ساختمان، همه از نیا که هستن در سبب باید داشته باشیم که همه از نیا که هستن بازم در این فرمولا کمک اشتباه شدم که من تاسته هایلایت اونو اشتباهش پاک میکنیم. این کربن پنج رابطه هیچگاه نمیتونه داشته باشد، این هم پنج دانه نمیتونه داشته باشد، اینی این اضافه آمدن. و در این قسمت باید هایدروژن میجه برشان اشتباه کردیم، این هایدروژن باید داشته باشد. خب ببینیم همه از نیان که هستن شش کربن دارد، و دیگه موضوع مشخص از یا که دارن همهشان در کربن سوم و هیچ به طرف چی دارد؟ به طرف چپ دارد، همهشان به طرف چپ دارد. و سه اولش که هستن گروپ الدهایدی دارد، سه اول کدام گروپ دارد؟ گروپ الدهایدی، اما آخریشان گروپ کتونی دارد. ای اولیش که شش کربن دارد، تنها در کربن سوم میشه به طرف چپ است، گروپ الدهید دارد، ای را به نام گلوکوز یاد میکنیم. بنام چی یاد میکنیم؟ گلوکوز. یک مونوساکارید بسیار مهم است که همیشه در خون ما شما وجود دارد و منبع انرژی مهم را میسازد. دو عضوی که همیشه انرژیشان وابسته با این مرکب است، یعنی با گلوکوز است، که هیچگاه باید گلوکوز در خون ما شما پایین نشوند، بخاطر از اینکه بخاطر از نمی دوز او دوز بسیار مهم که هستن آر بی سی و دماغ است. ای که چرا آر بی سی بغیر از تنها گلوکوز استفاده میکنن ما شما در دسته بعدی خواد خواندیم، و دماغ هم یک موضوع خاص خود دارند که مثلا آر بی سی مایتوکندریا ندارد و ای که چرا مایتوکندریا ندارد سر زیاد باز بعد بحث خود کردیم، از این خاطر بغیر از گلوکوز دیگه از هیچ چیز استفاده کردن نمیتونه. پس دماغ و آر بی سی همیشه از گلوکوز به حیث منبع انرژی استفاده میکنه و همیشه باید در خون ما شما موجود باشد. اگر بسیار پایین شود هایپوگلاسمیا، حتی شخص میرن به کما و ارتباطشان با محیط خارجی از بین میرن. و دیگه رسای با عین مانند گلوکوز شش کربن دارد، عین مانند گلوکوز او در کربن سوم طرف چپ دارد و گروپ کیتونی دارد، این دیگه گلوکوز نیست، چی هستن؟ این فرکتوز، یک مونوساکاراید دیگه بسیار مهم است. و این دو مرکب ببینید، عین مانند گلوکوز است، در کربن سومش به طرف چپ دارد و دارای گروپ الدهایدی هستن مانند گلوکوز. صرف تفاوت در کجاست؟ در این مرکب که است در کربن چهارم اوش نیز به طرف چپ است، این ما به نام گلکتوز یاد میکنیم. و این مونوساکاراید را که برای در کربن سوم اینا در کربن چهارم به طرف چپ نیست، هیچ در کربن چندم به طرف چپ است، در دوم به طرف چپ است، اینه به نام چند میکنیم؟ به نام منوز یاد میکنیم. در صاحبا اینی چهار مرکبی که هستن یک از جمله مونوساکارید بسیار مهم است. در این مثال ما شما بازم فرکتوز و گلوکوز مطالعه میکنیم و اینی گروپ کربونیل است در دویشان، گروپ اینی کربونیل است، کربن با او اچ با اکسیژن رابطه دیگه ندارد. و در این کربونیل در این مرکب که طرف راست است کیتون است، به خاطر که این کربونیل به دو کربن وصل است، و
متوجه باشین که اکثرا در قندها در کربن چندم است، کربن دوم است. و دیگه ای باز الدهاید است، قبلا سر از موضوع ما شما بحث کردیم. این همیشه باید داشته باشین که کربن الدهایدی یا گروپ الدهاید همیشه در کربن اول است. و اینی کربونیل را، اینی کربونی کربونیل را در کربوهیدرات باید داشته باشین به نام انومر هم یاد میکنیم. و که در الدهاید ها همیشه در کربن اول است و در کتون ها همیشه در کربن چندم هستند؟ دوم است. میام سر تصنیف کربوهیدرات. صاحبای محترم، کربوهیدرات خصوصا باشن منسکرات که از بخش کربوهیدرات هستن ما با دو گروپ تقسیم میکنیم، یکی بر اساس گروپ وظیفوی هستن و دیگه بر اساس تعداد کربن است. بر اساس گروپ وظیفوی ما با شما دیدین که گروپ هایدروکسیل در تمام کربوهیدرات وجود دارد، پس او برای ما مهم نیست کدام گروپ هاست که تفاوت دارند در کربوهیدرات. دو گروپ، یک گروپ الدهاید و دیگر گروپ کتون. قندهایی که گروپ الدهاید داشته باشد او را به نام الدوز یاد میکنیم و قندهایی که گروپ کتون داشته باشد او را به نام کتوز یاد میکنیم. چهار منسکرات که بیشتر ما شما گفتیم گلوکوز، گلیکتوز، مانوز و فرکتوز است. هر چهار از اینها که هستند، در چهار از اینها صرف فرکتوزشان از کتوز است، دیگه هر سهش که دیگه هستند بسیار مهم که هستند گروپ وظیفویشان الدوز است. و بر اساس تعداد کربن میتونن سه کربن داشته باشد، دو را ترایوز میگیم، چهار تیتروز، پنج پنتوز، شش هگزوز و هفت هفتوز میگیم. مثلا با ترایوز بسیار مهم که هستند گلیسرولدهید دای هیدروکسستین ابتدایی ترین مونوساکارید های نمیز که سه کربن دارد. پنتوز، خب پنتوز بسیار مهم در روزت ما شما که هستند، یک رایبوز است در که به نام قند آرنی هم یاد میکنیم، خاطر که در آرنی وجود دارد، رول ساختمانی دارد. و دیگه دی اکسی رایبوز است، عین مانند رایبوز است، صرف نظر با رایبوز ای اکسیژن یک اکسیژن کمتر دارد، از خاطر میگیم دی اکسی رایبوز یا رایبوز بدون اکسیژن که ای در دینه قرار دارد، قند بسیار مهم دینه است. دیگه هگزوهای مهم امیال ما شما گفتیم که شش کربن که کدام منسکرات های بسیار مهم هستند، گلوکوز، گلوکوز، مانوز و فرکتوز است که از جمله سر فرکتوزشان کتوز است، دیگه گلوکوز، مانوز و گلکتوز از جمله الدوز ها می باشد. خب در این سلاید میایم اولی که قند است نیست، دلیل ما نمیست بله قند است، دلیل ما چی هستن؟ داشتن چندین گروپ هایدروکسیل و یک گروپ الدهاید، داشتن چندین گروپ هایدروکسیل و یک گروپ کتون، پس این کربوهیدرات است. خب این کربوهیدرات هر دوی از یکی هستن چند کربن دارد، این منسکرات ها سه کربن دارد، پس هر دویشان رو بنام چید میکنیم به نام تریوز یا 3 carbon sugar قندهای سه کربن. طرف چپش که هستن گروپ الدهاید دارد، پس الدوز است. و طرف راست که هستن کتوز است، اولیش که از گلیسرولدهاید نام دارد و دومیش که از دای هیدروکسی استرون. و همچنان دیگه قندهای دیگه میبینین که اولی که قندها هست یا نیست، دلیل ما اینمیست که داره چنین گروپ هایدروکسیل و گروپ الدهاید و یا کتون دارد، پس قندهاست. و هر سه از اینیا که هستن شش کربن دارد به نام 6 carbon sugar یا هگز ها یاد میکنیم. دوی اول گروپ الدهاید دارد، پس الدوز شوگر است و آخریش که هستن کتون شوگر هستن. نام از گلوکوز، گلکتوز و فرکتوز. پس گلوکتوز و فرکتوز ببینیم که در همهشان، در هر سهشان شش کربن و در هر سهشان صرف در سیوم و در سیوم مطلب کربن سیوم مطلب چپ است. اگر گروپ الدهاید داشته باشه اولیش گلوکوز میگیم، اگر کتون داشته باشه فرکتوز میگیم. خب این گلکتوز است به خاطر از اینکه در کربن چهارم نیز اوش مطلب چی هستن؟ چپ است. اگر در کربن دوم مطلب چپ می بود باز او را ما منوز میگفتیم که دیست داشت منوز آوردن داشت. خب دکتر با دیگه موضوعی که امروز داشتن بحث میکنیم عبارت ساختمان حلقوی گلوکوز هستن. باید داشته باشین که اکثر قندها که هستن بیشتر از 99% واقعیش که هستن به شکل حلقوی وجود دارد، پس حلقشان تر ساخته میشد که گروپ الدهایدی با گروپ هایدروکسیل کربن پنجم یک رابطه میسازد و در نتیجه ساختمان حلقوی قندها اصل میشود. و موضوع مهم اینی کربنی که در ساختمان زنجیری کربنیل بود حالا به نام کربنی چی یاد میکنیم؟ به نام کربنی انومر. و موضوع مهم که دیگه ما داریم اگر در کربن انومر اویچ به طرف پایین باشد او را به نام الفا شکر
و اگر به طرف بالا باشن بتا شکر. مثلا اگر اینجا کاربن نمیر اوج به طرف چی هستن؟ پایین است، پس به نام الفا گلوکوز یاد میکنیم و اگر به طرف بالا می بود بتا گلوکوز. الفا بتا چه ارزش دارد؟ فوق العاده مهم است، خصوصا در بخش پلی ساکرایت ها. مثلا نشایسته الفا رابطه الفا دارد، یعنی قندهای گلوکوزی که به هم جمع می شود الفا گلوکوز است که قابل هضم است. اما سلولوز بتا گلوکوز هستن، رابطه بتا دارن که او قابل هضم نیست، که هر کدامشون ارزش خاص خود داره. دیگه موضوعی که مربوط به ساختمان ازمیر های گلوکو قند های منسکرات هستن، موضوعی هستن که در لکچر بعدی ما شما انشاءالله مورد بحث قرار دادیم. تا به درس بعدی خداحافظتان، روزتان بخیر.